با شما نسخه دیگر از مجله تصویری تئاتر رو امشب ورق خواهیم زد. به سنت معلوف با قسمت‌های مختلف در خدمتتون هستیم. بخش اول رو ببینیم، برمیگردیم. سوال برنامه 42، نمایش مرگ فروشنده به کارگردانی کیست؟ الف فرهاد مهندس‌پور، ب نادر برهانی‌مرند، جیم حمید سمندریان. لطفاً گزینه درست را به شماره پیامک 30448 ارسال نمایید. پاسخ سوال برنامه 41، نمایش مکبث به کارگردانی رضا ثروتی است. پس گزینه الف درست است. برندگان سوال برنامه 41، آقای جعفر ابدالی از همدان، خانم مرضیه نجفی از لرستان. نظرسنجی برنامه 42، به نظر شما تا چه میزان تخصیص بودجه به گروه‌های مختلف تئاتر برای تولید یک اثر مبنای کارشناسی دارد؟ 1. خیلی زیاد. 2. زیاد. 3. کم. 4. خیلی کم. لطفاً گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 30448 ارسال. نتیجه نظرسنجی برنامه 41، به نظر شما سالن‌های تئاتر در ایران به لحاظ کیفی تا چه میزان مطلوب نظر و خواست تماشاگرانش است؟ متنوع در خدمتتون خواهیم بود. راجع به شورای حمایت بحث خواهیم کرد، همچنین نقد نمایش مشروطه بانو رو خواهیم داشت. از امشب بخش جدیدی هم اضافه شده به برنامه ما که با اخبار تئاتر یه خورده شوخی کردیم. بخش جالبی خواهد بود، حتما نگاه بکنید. و همچنین راجع به تالار مولوی هم گفتگوی خواهیم داشت. بخش بعدی رو ببینید. محمد حیدری دبیر جشنواره تئاتر اکو شد. یه دفعه جستی ملخک، آخر به دامی ملخک. منصوب هفته، سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی حسن رونده را به عنوان معاون اداری، علی خوشمنش را به سمت مدیر طرح و برنامه و جلال تجنگی را به عنوان مشاور اداری این اداره کل منصوب کرد. جناب سرپرست، کی مدیر کل منصوب میشه؟ پیشگویی هفته، شاه‌آبادی. مخاطبان تئاتر نگران نباشند، چرا که به زودی اتفاقات خوبی برای حوزه تئاتر رخ میدهد. آقا جان، یکی فرهنگ لغات بیاره ببینیم این به زودی دقیقا یعنی چی. روان درمانی هفته، سرسنگی. وجود مکان‌های مناسب برای تمرین و ایجاد آرامش برای گروه‌های در حین تمرین می‌تواند تأثیری بسزا در ارتقای سطح کیفی تئاتر داشته باشد. و به همین منظور مدتی بران بودیم تا این مشکل اساسی را در حد توان خود حل کنیم. شما لیسانستون روانشناسی بوده نه؟ یه مدت هم مددکار اجتماعی نبودیم؟ بله. سلام آقای دستگلی. خسته نباشید. سلامت بفرمایید. ولی من از برنامه مجله تئاتر مزاحمتون میشم. تهیه کننده مو خواستم من یک بار دیگه با شما صحبت کنم. اگر که بشه ما گپمون رو بزنیم، اشکالی نداشته باشه. حاضر. تلفنی با شما صحبت کنم من؟ بله، اگر که لطف
بفرمایید. باشه، مشکل نداره. خواهش می‌کنم. آقای دانشگاهی، قبل از مزاحمت من مزاحم شدم در رابطه با اعتراضی که آقای مطهری نژاد در رابطه با وضعیت تالار منوی کرده بودن و اینکه قراردادشون با مرکز هنرهای نمایشی به جواب نرسیده و اصولا مثل که تعاملی بین بین نیست و هیچ اتفاق خوشایندی برای تالار منوی نمیافته. از جایی شما از صحبت ایشون چقدر این صحبت ها صحت داره؟ بله، من در جریان صحبت ها فرماشد آقای مطهری نژاد بودم، اما آن چیزی که بین مرکز هنرهای نمایشی و تالار منوی بوده این است که یک تفاهم‌نامه بین دو مجموعه منعقد شده بود که مبلغی میبایستی ما برای انجام فعالیت های مختلف و حمایت از بعضی از گروه های نمایشی انجام میدادیم که متاسفانه به دلیل یک سری مشکلات و محدودیت هایی که در خود اعتبارات بود به سرانجام چیزی و واقعی نرسید، اما امیدوار هستم مبلغی که میبایستی پرداخت بشه انشالله تا پایان امسال ما بتونیم اون مبلغ رو پرداخت بکنیم و بیشتر از اون مبلغ هم یک مقدار بیشتر برای حمایت از مجموعه تالار منوی. سلام آقای مطهری نژاد. سلام علیکم. خسته نباشید. من مجله تئاتر خدمت تماس میگیرم. خدمت شما هستم. من پیرو صحبتایی که شما در رابطه با تالار مولوی کرده بودیم و کمک ها و حمایت هایی که مرکز هنرهای نمایشی انجام نداده بود، ما امروز یه صحبتی داشتیم با آقای دشتگلی. ایشون فرمودن که یه تفاهم نامه مثل این که با تالار مولوی داشتن که حالا تا پایان امسال بنا به اون تفاهم نامه یه بودجه رو در اختیار تالار مولوی قرار میدن. من می‌خواستم اینو که شما از این تفاهم نامه باخبر هستید. واقعیت اینه که ما تفاهم نامه این سال گذشته داشتیم، ولی اون تفاهم نامه رو دوستان امضا نکردن. تفاهم نامه هم تا اول آذر بوده و بعد از اون باید که تمدید می‌شده که توی یک پیشنویسی که ما به دوستان دادیم قرار شد با توافق خودشون 5 میلیون روی اون گذاشته بشه و اقدام بشه، ولی متاسفانه توی این فضا هیچ اقدامی رو انجام ندادن، نه تفاهم نامه مجددی انجام شده، نه پول سال گذشته شون، نه توافق شفاهی امسالشون رو هیچ کدوم انجام ندادن. آقای دشتگلی قبل از جشنواره با بنده تماس گرفتش که من نامه زده بودم که جشنواره رو ملغو بکنیم و نمیتونیم اینجا اجرا بشه، بعد تماس گرفتن از توی شورای به هر حال جشنواره، گفتن بنده ریشگه رو میذارم، آقای عظیمی مشاور آقای شاهآبادی هم باز همین حرف زدن که بنده ریشگه رو میذارم و شما جشنواره، گفتم موردی نیست، گفتم ریشتون رو برای چی گرو میذارم، گفتم برای این مبلغ که شما گفتید 70 میلیون سال گذشته یه دفعه بدیم ما نمیتونیم الان بدیم قبل از جشنواره، 5 میلیون الان میدیم، ما بقیش هم تا شب عید و بقیش هم مثلا 5 میلیون الان، 5 میلیون هم تا شب عید، 30 میلیون هم برای تا خرداد ما، گفتم موردی نیست. ما یه گفتگوی داشتیم، گفتیم که الان امکان دادن پول رو نداریم، قبول دارم اخلاقی بود و ایشون هم بزرگواری کردن و پذیرفتن، اما اینکه ما هیچ پولی به تالار مولوی ندادیم، نه 10 میلیون تومانی بابت همون تفاهم نامه پرداخت شده بود، البته این به نظر میاد که 10 میلیون تومان بیشتر از یک میلیاردی است که ایشون میفرمایند. خب دیگه حالا به هر حال دوستان محبت دارن از قرارداد 80 میلیونی 10 میلیون رو سال گذشته، من گفته بودم امسال یک خیالی دوستان ندادن، سال گذشته ابتدای کار 10 میلیون دادن، دیگم از اون ماجرا که گذشته الان 1 سال و 3 ماه گذشته و یک خیالی دوستان ندادن. بعد از جشنواره گفتم تو اون ایام هم دیگه با آقای دشتگلی بنده هیچ تماسی نداشتم تا اینکه آخر جشنواره از روزی که جشنواره تموم شده تا دیروز بنده هر چقدر تماس گرفتم ایشون حتی یک بار جواب تلفن بنده هم ندادم. بحث داغ این روزای جامعه تئاتری ما شورای حمایته، یا بگیم مهمترین مسئله‌ای که ما
مثلا از بعد از جشنواره شاید بگیم که خیلی از اخبار و فعالیت‌های تئاتر رو تحت شعاع خودش قرار داد. طبیعی است که دوستانی از شورای حمایت باید حضور داشته باشن که بتونن درباره اصلا ماهیت این چه شده که این شورا که تا حالا وجود نداشته یا به شکل‌های دیگه یا با نام‌های دیگه بوده، برای چی این شورا را افتاده، تفاوتش یا موازی‌کاریش یا ارجحیتش یا هر شکل دیگه نسبت به شورای نظارتی، شوراهای موجود، شوراهای انتخاب آثار تالارها چی است. خیلی دوست داشتیم نماینده این شورا هم در این جمع حضور می‌داشت و پاسخگو و توضیح دهنده این مسائل میشه. متأسفانه خیلی تماس گرفتیم و تاکید کردیم و خواستیم که تو این جلسه حضور داشته باشن تو برنامه میشب. متأسفانه هیچ کدوم از دوستان امکان یا قبول نکردن که تو این جلسه حضور داشته باشن. اما از اونجایی که یکی از بحث‌های بسیار مهمه جامعه تئاتری ما هست، به شدت میتونه روی تولیدات از این به بعد جامعه تئاتری ما در واقع تأثیر گذار باشه، تشکیل یه همچین شورایی، ما چند جلسه درباره این مسئله صحبت خواهیم کرد. امیدواریم هر چه زودتر دوستان مدیر ایجاب بشن که حضور پیدا کنن و پاسخگوی تشکیل یه همچین شورایی باشن و همچنین پاسخگوی دیدگاه های هنرمندان تو این زمینه. موضوع امشب در این زمینه هست. از حسین کیانی عزیز، کارگردان نام‌آشنای جامعه تئاتری ما، همچنین در حال حاضر رئیس کانون کارگردانان خانه تئاتر، دعوت کردیم که امشب در خدمتش باشیم و از اونجایی که تو دوره‌های مختلف تحت حضور شوراهای مختلف و جمله شورای جدید یعنی شورای حمایت تولیدات یا روی صحنه برده، طبیعی است که از نزدیک و به شکل ملموسی در جریان عمل کرد و بازده بیرونی این شورا هستش. اشکان قفاعت عدی عزیز هم که زحمت کشید و برنامه رو شروع کرد، طبیعتاً بحث کارشناسی را مثل هر هفته زحمتش را خواهد کشید. از حسین کیانی من تشکر می‌کنم به بابت حضورش توی جمع ما. اشکان هم که خودش صاحبونه است و شما سلام علیکی بکنید. ما دیدگاه چند نفر از هنرمندان رو بشنویم و بعد برگردیم و دیدگاه شما رو توی زمین نوشتیم. خواهش می‌کنم. شب شما بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز این برنامه و همچنین شما بزرگواران که برای تئاتر زحمت میکشید. خواهش میکنم. اشکانم که خواهش میکنم زحمتی ابتدای برنامه رو کشید. خب اگه موافق باشید گزارشی ببینیم، دیدگاه چند نفر از هنرمندان رو بشنویم و بعد میایم و با دیدگاه های شما آشنا میشیم. خواهش میکنم ببینیم. حمایت که اسمش خیلی خوبه، به شرطی که واقعا همینجوری که اسمش داره به ما نشون میده خودش رو، همین کارم بکنه، یعنی از گروه ها حمایت بکنه، از تئاتر حمایت بکنه. ولی متاسفانه من نمیدونم سیاست های این شورا اصلا چی هست. آیا سیاست های تدوین شده وجود داره و اگر وجود داره اینا چی هستش؟ ما فقط اسم این شورا رو شنیدیم و در واقع هیچ نوع نوشتاری، هیچ مکتوبی هم وجود نداره که ببینیم که عملکرد این شورا چیه، سیاست هاش چیه. فقط تو افواه شنیده میشه که از بعضی از کارها فقط حمایت میکنن، از بعضی از کارها فقط حمایت میکنن. وقتی از اهالی تئاتر سوال میکنیم که شورای حمایتی چیست و از کجا اومده و چی کار میکنه و قراره که ما الان با چه چیزی هماهنگ بشیم، هیچ کس جواب روشنی نداره. گنگ و مبهم، همه میگن که نمیدونه. اینا چیه؟ این تشکلایی که الان مد شده که مدیرای ما میان، حالا بعضی از مدیرای ما اصلا سابقه تئاتری ندارن، میان آدمای خوبی هم هستن، دوست داشتنی هستن، به یک بار یک شورای رو اعلام میکنن، به یک بار اون شورا یک سری حدیث نفسا، یک سری سلایق رو میاره وسط. من میخوام ببینم واقعا شورا چیه؟ اون چیزی که تو قرآن خدا گفته و امرهم شورا بینهم، اون همینه؟ من نمیفهمم. پشت درهای بسته افرادی هم رنگ، هم شکل و هم عقیده دارن درباره چیزی شورا شکل میدن، مشورت میکنن دیگه. هم فکری مشورت نداره، یکیشون هم میتونه تصمیم بگیره. همشون شبیه همن از دید من. شاید درباره مبالغ با هم صحبت بکنم، مثلا یکی بگه مثلا 10، یکی بگه 9، یکی بگه 11. این صحبت به نظرم ثانویه‌ای شده در این شورا. الان بیشتر درباره چه کسی باشد، چه کسی نباشد، چه فکری باشد، چه فکری نباشد، حداقل از بیرون اینطوری دیده میشه. من اعتقاد ندارم که اون تو، چون اون تو نبودم نمیتونم بگم که تو همینه یا نه، ولی از بیرون اینجوری دیده میشه و این اصلا به نظرم بروز خوبی نیست. به اعتقاد من حرکت خوبی نیست، بسیار حرکت یک طرفه و تندیست.
هیچ تعاملی صورت نگرفته و من از تک تک اعضای شورای محترم حمایت تکرار میکنم، حمایت یعنی حمایت از ما. به نظر میاد که یک دیوار بزرگی تقریبا به اندازه دیوار چین بین ما داره فاصله میفته، بین هنرمندان و مسئولین و مدیران. شما این اجازه رو چطور به خودتون میدید که ما رو در قالب نگه دارید و اجازه ندید که من فکر جدید بیارم، ایده جدید بیارم، کار جدید بکنم، حرف جدید بزنم؟ چرا باید 4 نفر تصمیم بگیرم که من چیکار کنم؟ 4 نفر 5 نفر بشینن بگن که این کار رو ما حمایت میکنیم و اون کار رو حمایت نمیکنیم به این دلیل و به آن دلیل؟ من نمیدونم این شورا کیان، نمیدونم این شورا چه نگاهی به تئاتر و هنرمندان تئاتر دارن، نمیدونم واقعا چقدر تئاتر براشون مسئله است. لذا امیدوارم حالا نباشن، چون اصلا حقی ندارن که باشن. چه کسی به اینها اصلا حق میده که بیان در مورد تئاتر حرف بزنن و بگن این کار پول بگیرد یا نگیرد؟ صحبت سر اینه، یک تئاتری، یک هنری به نام تئاتر در این مملکت بودجه مشخصی داره. هنرمندان و دلسوختگر این وادی دارن زندگی میکنن و دارن کار میکنن. نمایش‌هایی رو برای این تماشاگر فقیم ایرانی که خودش به اندازه کافی منتقدی آگاه هست و میدونه که از چه نمایش‌هایی باید استقبال بشود و از چه نمایش‌هایی باید استقبال نشود، چه نمایش‌هایی رو ارج میگذارن و نمیگذارن. لذا این تماشاگر حق داره تئاتر داشته باشه، نه اینکه یک نفر، یک عده به عنوان مبصر و آقا بالا سر اون بالا تصمیم بگیرن تماشاگر این را ببیند یا این را نبیند. تضارب آرا و سلایق باید تو این شورا حضور داشته باشن. الان تکسویی است، نگاه‌های مختلف ناظر بر تئاتر باید در این شورا حضور داشته باشن. الان نمایندگان نگاه خاصی از تئاتر فقط توش حضور دارن، اگر تئاتری باشن تازه، بقیه رو که من فکر میکنم اصلا نیستن. خوشحالم که به بهانه این شورا دارن با تئاتر آشنا میشن، خیلی خوشحالم، ولی فکر میکنم که بیشتر دوست میداشتم چهره های مفید، مهم و مؤثری تو این فضا باشن، کسانی که با تئاتر آشنان، حتی کسانی که مشخصا با سلیقه من با تئاتر آشنا نیستن، دنبال تئاتری هن که من دنبالش نیستم، ولی دنبال چیزی هستند که در یک کاتگوری و طبقه قرار میگیره، تئاتر. خب نظر تنیشان از هنرمندان رو شنیدید، باز هم نظرات دیگر رو داریم و انشاءالله تو برنامه‌های بعدی هم ادامه خواهیم داد. عشقان اگه موافق باشی سریع بریم اصل مطلب و بحث رو شروع کنیم. یعنی به عنوان کارگردانی که هم پیش از شورا تجربه اجرای نمایش داشتید، هم این نمایش اخیرتون رو از فیلتر شورا عبور دادید، بفرمایید مکانیزم تولید آثار با توجه به وجود شورای حمایت چه تغییری کرده؟ ببینید، من این مشروطه بانو رو اختصاصا میشه گفت قبل از تشکیل شورا در واقع موافقتاشو به دست آوردم و تصویب کردم و شروع به کار کردم. این شورا فکر میکنم در 1-2 ماه بعد از، یعنی حتی اجرای مشروطه بانو شروع شده بود، ولی تلیعه های این شورا و اینکه چجوری شکل گرفت و اهدافش چیه رو به نظرم از اون شیوه نامه‌ای که پارسال بیرون اومد به اسم شیوه نامه شورای حمایت، که به نوعی حالا تحلیل ما بچه های تئاتری این بود که این نقض میکنه قرارداد تیپ خانه تئاتر رو، شیوه نامه شورای حمایت، چون مخصوصا در اون شیوه نامه نشانه‌ای که بود این بود که این شیوه نامه حمایت از برخی آثار بود. حالا اون برخی آثار رو میتونیم همینجا باز کنیم و بگیم که چه آثاریه. من فکر می‌کنم که این شورا هم در حقیقت عمل کرده که داشته و در واقع بازتاب عمل کردش رو داریم می‌بینیم، یا به هر حال چیزایی رو که ما می‌شنویم این است که به نظر میاد که در واقع از نوع خاصی از تئاتر قصد حمایت کردن و در حقیقت بودجه دادن داره. اون نوع خاص هم از تئاتر مشخصاً و در یک کلمه روشن تئاتری است که موضوعاتش و محوریتش موضوعات دینی و مذهبی است. بله. در صورتی که آقای شاه‌آبادی توی مصاحبه‌ای که اول امسال کردن اعلام کرده بودن که این شورا تشکیل شده برای تسهیل وضعیت در واقع امور اجرای تئاترها و اینکه قراره به همه هنرمندان سرویس بده و همه تئاترها رو تحت عرض به شما حمایت خودش قرار بده و وظیفه‌اش در واقع حمایت از هنرمندانه، می‌خواد روند کاغذبازی رو کم بکنه، من تو عملاً الان می‌بینیم که این شورا به یک شورای ممانعت در برابر تئاتر تبدیل شده. خب حالا نمیتونم بگم دقیقا همینطوره، ولی ببینید در برنامه ریزی و اهداف و چشم‌اندازها، حتی در 10 بسته پیشنهادی هم که
معاونت مرکز برای خانه تئاتر فرستاده بود و ما اونجا رؤیت کردیم، ظاهرا چشمانداز و برنامه‌ریزی خوبی دارند. من مخصوصا اون 10 بسته پیشنهادی رو من یک مرور می‌کردم، برنامه‌ریزی خوبی دارند. ظاهرا اهداف این شورا اینجوری که ترسیم میشه، البته تا اونجایی که میدونم اساسنامه یا شیوه نامه یا چیز دیگری از این شورا بیرون نیومده و حتی ما نمیدونیم رئیس این شورا کیه یا سخنگوش کیه، فقط میدونیم تنی چند از اعضاش کیا هستن. خب اگر اینجوری باشه که بخواد تحت پوشش و حمایت قرار بده همه گونه های تئاتر رو و همه تئاتری ها رو در سراسر کشور، نه تنها در تهران، خب اولین چیزش اینه که معرفی بشن، نشست بگذارن، جاشون مشخص بشه، اهدافشون مشخص بشه، به قول معروف از تاریکی بیان بیرون که اینقدر حرف زده نشه و اینقدر گمان زنی نشه درباره ساز و کارش یا رئیسش یا نمایندش یا اهدافش. شما فهمیدید در ادامه اون آیین‌نامه‌ای که پارسال دادن که اینو تقابلی بود با قرارداد تیپ خانه تا؟ بله. یا نه شیوه نامه، اون شیوه نامه در ادامه اون می‌فرمایید، یعنی فاز بعدی اونه یا نه مثلا اون شکست خورد یا مثلا فکر کردن که نه بعد یه روش دیگه اعمال کنن و حالا شورا؟ من فکر می‌کنم در واقع این شورای حمایت در واقع شکل مرئی اون شیوه نامه است، یعنی کسانی که اون شیوه نامه رو عملیاتی شده شه. بله بله، عملیاتی شده شه، شکل عملیافته شه اون شیوه نامه، چون دقیقاً الان نوع حمایت یا در واقع اهداف و سازوکاری که توی شنیده ها ترسیم میشه، میگم اینا هیچ کدوم به صورت مکتوب نشده که ما الان بذارم یا شما بذارید بخونیم دونه دونه بررسی کنیم، ولی من فکر میکنم در ادامه همون شیوه نامه ایست که به نوعی قرارداد تیپ رو نقض میکرد و البته ما به شوخی اسم اون شیوه نامه رو گذاشته بودیم شیوه نامه شورای حمایت از آثار خاص، یا آثاری که به قول بارها در اون شیوه نامه که اشاره کردم اومده بود که آثار فاخر، که مشخصا آثار فاخر آثاری است که تم و قالب مذهبی داشته باشه. خب الان شورای حمایت قراره که تمام آثار رو تحت پوشش قرار بده، درست؟ یعنی هر کاری که میخواد اجرا بشه باید از فیلتر شورای حمایت رد بشه. بعد از اون طرف میبینیم که این نهادهای موازی ما داریم، یعنی الان مثلا واحد نظارت و ارزشیابی نظری داره، شورای حمایت نظر دیگری داره، شورای ساخت هست. بعد این وجود این همه شورا یا این همه نهاد موازی باعث شده که عملا کسی پاسخگو نباشه. یعنی اگر کسی به مشکل برمیخوره سراغ مدیری میره، مدیر توپو میزنه تو زمین مثلا شورای حمایت، شورای حمایت میگه دست نظارت ارزشیابی، مدیر سالن مثلا میگه به من ارتباطی نداره. یعنی عملا باعث شده که فضا خیلی مبهم بشه. من چیزی که شورای حمایت کاغذ میتونی شما بگید که حالا تو حرف که اینا کدومشون از نظر ترتیب مراتبشون چه جوریه، چیزی که اولین در واقع ایرادی که شورای حمایت بهش وارده یا اولین میشه گفت کاری که کرده این است که شورای هنری تئاتر شهر رو نقض کرده، یعنی از حیز اعتبار ساقط کرده. شورای هنری ظاهرا تصمیم گیرنده آثار اجرایی در تئاتر شهر بود. نمونهش الان خب مثلا برنامه 4 ماه رو اعلام کردن ولی گفتن که منوط به شورای حمایت است. خب این یعنی که تمام اون مدیریت تالارها، تمام اون شورای هنری که متشکل از اعضای هنرمند، کارگردان، نویسنده در واقع مطرح کشورمون بودن و هستن، بله، در شورای هنری انتخاب آثار تئاتر شهر ریاست آقای صادق موسوی، من فکر میکنن تصمیمات این شورای حمایت به طور کامل نقض میکنه اون تصمیم رو. بله. همچنین حمایت منوط به اون، یعنی اساساً اجراش اساساً ببینید وقتی یعنی ارادهی برتر از اون اراده است. آه. حتی چیزی که اشکان اشاره میکند در حقیقت این اشاره هم اشاره درستی است که شورای در واقع شورای نظارت و ارزشیابی هم از حیز اعتبار ساقط میشه، که البته ما با اون کاری نداریم. منتها من فکر میکنم نمیدونم حالا این شورای حمایت اگر وظیفه‌اش درست تعریف بشه و ما بدونیم که چیست، آیا میخواد همه بار این شوراها رو به عهده بگیره و به دوش بکشه یا نه، یا اینکه اراده ای است که مثلا وتو میکنه همه در واقع مصوبات این شورا، که این اصلا به نظر من چیز پذیرفتنی و قابل قبولی نیست که بخواد روی سر همه نظرها بیاد. در جایگاه قانونیش هم میشه صحبت که حالا اداره نظارت حالا با وجود مخالفت و موافقت هایی که تو مقوله ممیزی یا جنس ممیزی وجود داره، حالا یه چیزی که از قدیم بوده و از نظر تشکیلاتی تا حالا حداقل تثبیت شده، میشه رو شکل و درجهش و انواعش بحث کرد، ولی این شورا هیچ جایگاه قانونی هم، یعنی در واقع تشکیلاتی هم تا حالا وجود نداشته. اگه اجازه بدین یه گزارش ببینیم، نظر تنی چند دیگه از هنرمندان رو بشنویم و بعد بیایم و بحثمون رو ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. الان شورای حمایتی سر برآورده و یک باره تمام هنرمندان تئاتر رو از کسب درآمد، از کسب امنیت، از نظر روانی،
امنیت شغلی کاملا به هم ریخته. کار کارشناسی کار بسیار سختی هست. با گفتن دوست ندارم، دوست نداریم، خوشمون نمیاد، در راستا نیست، نمیشه یه کار هنری رو ارزیابی کرد. بعد ما باید چند مرحله رو بگذرونیم؟ چقدر این مراحل باید هی زیادتر و زیادتر بشه تا ما یه به اجرا بخوایم انجام بدیم؟ تعدادی از دوستانی که در این شورا حضور دارن باید بیان اثبات کنن که اصلا تئاتر در زندگیشون دیدن. بعد از اون تازه ببینیم اساسا داریم درباره چه چیزی حرف میزنیم. یعنی وقتی داریم از تئاتر حرف میزنیم، به قول ریمون کارور داریم از چه چیزی حرف میزنیم. وقتی این دوتا یکی بود، اون وقت تازه میشه درباره این که شورا حالا موجه هست نیست حرف زد. انتظار من این هست که به هر صورتی که اونها برنامه ریزی دارن میکنن، متقابل باید از گروه انتظاری که دارن، گروه هم از اونها، یه گروه اجرایی هم از اونها انتظار داره. فهم متقابل، درک متقابل، دیدگاه متقابل، سه صدر متقابل. نخواهیم که فقط یکیمون کوتاه بیاد، نخواهیم که اجحاف بکنیم، نخواهیم پای مال بکنیم، نخواهیم زیر پا بذاریم، نخواهیم توهین بکنیم. ما هممون از یه خانواده هستیم. مرکز هنری نمایشی بدون من و نوعی چه کار است؟ باید ببنده درشو دیگه. وقتی هست برای اینه که کمک به هنرمند بشه. فقط من یه چیزی رو از مسئولین، دوستان، شورای حمایت، انجمن نمایش، ما در خدمت شماییم یا شما در خدمت مایید، اینو برای ما مشخص کنن. اگه مشخص کنن، اون وقت تکلیف هر دو طرف مشخص میشه. نه بحثی صورت میگیره، نه دعوایی صورت میگیره، نه جنجالی هست، نه توهینی هست، نه افتراهی، هیچ کدومش. ولی الان احساسو نداریم، نمیدونیم کی در خدمت کیه، کی داره کیو حمایت میکنه. من از جناب آقای معاون وزیر سوال دارم که چه جوری یک تشکلی رو ایجاد میکنید، یک نفری انتصاب میکنید و اسمش رو میذارید شورا؟ اصلا اون شورا نیست. من فکر میکنم آقای شاه‌آبادی باید واقعا نگاه دوباره به تئاتر این مملکت بکنن. اگر قرار ما تئاتر کار کنیم، باید حمایت بشیم و اینقدر توهین نشیم. و آقای شاه‌آبادی هم خوبه که بدونن بر ما چه میگذره، چون این چیزا همش در این برونور میگذره، ایشون باید بدونه. اینها چیزهایی است که در زمینه شورای حمایت داره ذهن ما رو آزار میده. و اگر داریم از این تریبون حرف میزنیم، دلیلش خیلی ساده است. مدیر عزیز، تو روبروی ما نمیشینی، تو در پشت درهای بسته تصمیمت رو میگیری. حالا ما اینجا باید از بر این دوربین با تو صحبت کنیم و بابت این متاسفم، ولی چاره‌ای ندارم، چون دوست دارم رو در رو بشینیم صحبت کنیم. ولی وقتی صحبت میکنیم سکوت نکنی و فقط یادداشت برداری، وانمود نکنی که از هیچ چیزی اطلاع نداری. نه، با هم رو در رو صحبت کنیم و تمام اون مسائلی رو که شما میگی که امروز سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی رو تونسته اون صحبت رو متقاعد کنه، ما رو هم بتونه متقاعد کنه. نظر چند نفر از هنرمندان دیگر رو در این زمینه شنیدیم، به ویژه بیشتر کارگردانایی بودن که همی الان در حول و حوش اجرا کردن نمایششون تو مجموعه تئاتر شهر هستن و در نتیجه خیلی ملموس‌تر و سریع‌تر از بقیه کارگردانان با این مسئله درگیر شده اند. آخرین صحبتی که با هم دیگه کردیم، فهمیدیم که توی اون شیوه نامه بحث تولید یا هدف تولید آثار فاخر بوده. گرچه خب این اصطلاح از سینما شروع شد و هیچ‌وقت مشخصش نشد این کلمه فاخر به چه معناست. این معنیش اگه بخواد دینی باشه، این معنیش اینه که مثلا قبلش دینی مثلا برگزار نمی‌شده، تولیدات دینی نداشتیم. خب این که در واقع میشه فهمید آثار تاریخی با محور در واقع محوریت مذهبی بخشی از تولیدات ما که لباس تاریخی بخوان، البسه این تاریخی بخوان، تولیدات اینجوری بوده، حمایت هم شده به هر حال. حتی کار واژه مبهم دیگه به واژه‌های تئاتری اضافه میشه اینطوری. یعنی الان تولیدات فاخر تبیین نشده است، یعنی فاخر اساسا در لغت چیزی است که شما به اون بتونید فخر بفروشید، تو شما بتونید به یک تئاتر دو نفره بدون هیچ دکور و گریم و لباسی هم فخر بفروشید از بس که اون تئاتر میتونه خوب باشه. بنابراین فاخر یک لغتی است که فکر میکنم از اون لغت‌های غلط انداز. من نشیدم که بگم مثلا در سال گذشته این نمایش جزء ایدال‌های ما از یا مثلا نمایش آرمانی ما یا قول شما مثلا نمایش فاخر. اگر بحث هدایت تئاتر به یک مسیر خاص، بذار روشن بگم دیگه، اگر قصد این شورای حمایت یا
شورای از این دست این است که تئاتر رو به یک مسیر خاص هدایت کنه. تئاتر راه خودش رو میره. تئاتر باید با موضوعات آزاد، با موضوعات مستقل، یعنی هنرمند، نمایشنامه‌نویس یا کارگردان باید مستقلاً تصمیم بگیره که در حقیقت چه کار بکنه راجع به این قضیه. خب این است که نه، منظورم این است که باید این ذهنیت آزاد و این ذهنیت باز رو داشته باشه که خودش موضوعات خودش رو انتخاب بکنه. بله. اگر قصد این شورا که به نظر اینجوری میرسه هدایت مسیر موضوعات تئاتر، یعنی قصد به یک سمت و سوی خاصه، من فکر نمی‌کنم سربلند یا موفق از آب بیرون بیاد. چون ببینید کسی که میخواد کار دینی و کار مذهبی بکنه، اگر قلبن اون کارو نکنه، اگر با صداقت اون کارو نکنه، اگر از سر صدق اون کارو نکنه و اعتقاد به اون کار نداشته باشه، هر چقدر هم شما پول بریزی به پای اون اثر که اسمش فاخره، چیزی از سوش در نمیاد و آخرش هم مجبور میشید مخاطبش رو اتوبوس بیاری تا کارو ببینه. یک واقعیتیه. بنابراین این که شما بخواید یک با در واقع زیر لوای این شورای حمایت یا اون شیوه نامه‌ای که پیش از اون بود یک جنس خاص رو در تئاتر تبلیغ بکنی، این به نظر من راه به جایی نمیبره. به راه به جایی نمیبره. تجربه هم نشون داده که بله، در واقع این روش جواب نمیده. همه ما میدونیم، همه ما آگاهیم که تم مذهب و دین تم غالب ذهنی جامعه ماست. پس بگذاریم هنرمند خودش در واقع قصه های مختلف رو انتخاب بکنه برای بیان این تم. این که بخوایم هدایت بکنیم به این سمت، من فکر میکنم که لحاظ هنری و حرفه‌ای چیزی از توش در نمیاد. درست. حتی بحث نمایش دینی یا نمایش سفارشی ما بارها توی زمینه کردیم. حتی مدیرانی که اومدن به نوعی معتقد بودن که این روش جواب نمیده. پشت خط حسین مسافر آستانه عزیز هستش. حتی فکر کنم چند دقیقه پشت خط بوده. آره مساوات فکر کنم. معذرت میخوام. جناب مساوات، شما پشت خط هستید؟ بله قربان. آقا سلام، شبتون بخیر. سلام میکنم. ببخشید مقدار طول کشید، من خواستم بس به یه جای مشخصی برسه. در خدمت. من سلام میکنم خدمت همه شنونده ها و بیننده های خوب برنامه‌تون و در واقع دستاندرکاران خوب برنامه مجله تئاتر. خواهش میکنم. در جریان بحث که ما داریم میکنیم شما طبیعتاً هستید دیگه. بله کاملا. خواهش میکنم. خواستم دیدگاهتون رو مطرح بفرمایید توی زمینه. عرض کنم خدمتتون که من با این ماجرای در واقع شورای حمایت از اینجا آشنا شدم که قرار شد نمایش این روبان سیاه در واقع نوشته و کارگردانی خودم روی صحنه بره 14 فروردین ماه سال 91 که در چه سالونی؟ در سالن کارگاه نمایش تئاتر شهر. بله. مراحلش رو طی کردید دیگه؟ بله بله، همه مراحلش طی شد. نزدیک یک سال خورده این توی نوبت و بازبینی های مختلف و در واقع این قسم ماجراهای اداری و در نهایت مواجه شدیم با اینکه شورای حمایت در واقع کارتون رو رد کردن. و از چه موقعی بعد از دیدن بازبینی ها؟ همین 2 پیش در واقع به ما اعلام کردن که شورای حمایت رد کرد که ما دوچار شگفتی شدیم، چون که این نمایش تو جشنواره مختلف شرکت کرده، جشنواره تئاتر حقیقت متن این اثر چاپ شده، جشنواره تئاتر دانشگاهی شرکت کرده، جایزه کارگردانی و متن گرفته، جشنواره تئاتر آینی سنتی شرکت کرده توی مجموعه تئاتر شهر. توجیه شورا چی بوده؟ مثلا تو اولویت نیست، متن مشکل داره، کیفیت کار ضعیف بوده؟ چیزی که در واقع ما با مدیریت مجموعه تئاتر شهر صحبت کردیم، چیزی که در فهوای کلام ایشون در واقع بود، موارد ممیزی بود که مواردی هم بود که اصلا وجود خارجی نداره، یعنی توی متن و نه توی اجرا به زعم خودم البته وجود خارجی نداره و از این اتفاق خیلی ما دچار دگرگونی و ناراحتی و شگفتی شدیم. جناب مصوبات ببخشید، شما مجوز نظارت و ارزشیابی رو یعنی داشتید درسته؟ بله بله. ولی با این وجود شورای حمایت و مجوز رو نقض کرده و گفته شما مثلا نمیتونید نمایشتون رو اجرا بکنید. همینطوره. چون که اصلا من با این عنوان شورای حمایت همون روز آشنا شدم و چه خوبه که حداقل عنوان این شورای حمایت تغییر بکنه. شورای حمایت و عدم حمایت من فکر میکنم درست‌تر باشه. یعنی به هر حال آیا ما شورای ارزشیابی و نظارت داریم یا نداریم؟ اگر داریم همون صحبتی که خودتون در واقع فرمودید. بله، یعنی تداخل به وجود اومده بین نظارت ارزشیابی و نظر شورای حمایت. بله، و کاری که همه اساتید خود جناب استاد حسین کیانی هم در واقع کار ما رو دیدن. بله الان فرمودن. بازبینی کردن. بله کار بسیار خوبیه. من ببخشید وسط صحبت شما، من کار دیدم به لحاظ جنبه‌های نمایش ایرانی خیلی
اثر خوبی است، خیلی خوب تونسته از عناصر نمایش ایرانی استفاده بکنه و مخصوصا تم مذهبی که به صورت خیلی زیرپوستی و تلویحی توی این اثر جریان داره، خیلی استفاده درخشانی از تعزیه کرده و متاسفم برای کسی که این کار رو رد میکنه. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ یعنی نمایش مذهبی هم هست، منتها همون شورایی که ادعا میکنه که من از کارهای فاخر مذهبی حمایت خواهم کرد، داره در واقع کاری رو که مجوز نظارت ارزشیابی هم داره و قرار بود اجرا بشه رو نقض میکنه. همونجوری که خودش هم گفت در جشنواره مختلف بله. در واقع نمایش داده شده و اینو به نظرم باید از مستقیما از خود نماینده شورا حمایت پرسید. من معتقدم که حالا ضمن اینکه جناب مصوبات من خدافظی میکنم، پیشنهاد میکنم که همین الان با خدا به رحمت امینی صحبت کنیم، چون بحث ممیزی پیش اومد و مجوز داشتن بله این نمایش. ببینید دیدگاه جناب دکتر امینی توی این زمینه چی هست. خیلی ممنون، لطف کردید از ارائه دیدگاهتون. من شب بخیر میگم به شما. خب زادن قد شد دوستان، اگه لطف کنن تلفن آقای امینی هم بگیرم ببینیم قصه مثلا بحث تناقض و یا این بله. در واقع موازی کاری که برتری بودن بله. رو اگه بتونیم همین شب بتونیم حلش کنیم، ما به فکر کنم این نتیجه مناسبی رسیم. شما صحبتتون ادامه بدید تا بتونیم تماس برقرار بشه. خواهش میکنم. صحبت ما اینجا بود که در واقع اگر این شورا تصمیم داره که نوع خاصی از تئاتر رو حمایت بکنه و رواج بده و اون موضوع خاص رو درشت بکنه و همه رو بخواد به اون سمت جلب بکنه، هیچ وقت موضوع در تئاتر با فرمایش و سفارش و اینها به وجود نمیاد، حتی اگه میلیاردها تومان هم هزینه بشه. این شورای حمایت به نظر من نخستین کاری که میکنه باید موازهش رو خیلی دقیق، روشن، صریح اعلام بکنه و اساساً پیش از اون جایگاه قانونی خودش رو تعریف کنه، همون چیزی که شما هم در اول بحث اشاره کردید. آیا این شورا یک شورایی است که من درآورده است، یک شورای مشورتی است، چه نوع شورایی است و اساساً این شورا در واقع چارت سازمانی مرکز هنرهای نمایشی و معاونت دیده شده تعریف همچین شورایی؟ من نمیدونم در اساسنامه، چون به هر حال اینا هم هر کدوم یک آیین‌نامه و اساسنامه قانونی دارن که میتوانند فی‌المثل همچین شورایی رو به وجود بیارن یا نیارن. مثلا قبلا شورای ساخت بوده، الان تکلیف شورای ساخت مثلا با الان در حقیقت شورای ساخت، شورای نظارت و شورای هنری تئاتر شهر همه حل شده در شورای حمایت. یعنی شورای حمایت داره همه این وظایف رو در واقع انجام میده. حالا اینکه چگونه انجام میده، خب چیزیه که الان داریم میبینیم که برخی از نارضایتی هایی که به وجود اومده و در حقیقت آثاری که توی فجر بوده به یک باره بهشون میگن که نمیتونید باشید، اگر میخواید باشید ما در واقع پولی نداریم به شما بدیم یا اینکه باید گیشه برید. خب به هر حال ما ببینید 3 میلیارد تومان بسیار 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 ناچیز و ناقابل که اندازه دستمزد 3 تا بازیکن لیگ برتری هم نیست. این 3 میلیارد تومان یه واقعیت بسیار بسیار تلخه. این 3 میلیارد تومان باید تامین بکنه تمام اجراهای تئاتر رو در تهران. خب حالا یه کسی یه شورای میاد میگه من برای این 3 میلیارد تومان تصمیم میگیرم، یعنی تنها بودجه ای که برای اجرای تئاتر در تهران مقرر شده. خب این کسی که میخواد برای این تنها بودجه تصمیم بگیره و به فلان کارگردان میگه من به تو پول نمیدم و به تو پول میدم، باید موازش خیلی دقیق، صریح و روشن باشه. بله. تئاتر ما تئاتر دولتیه، اونجوری نیست که سلیقه ای بخواد اعمال بشه. تئاتر دولتی تا باید بتونه از همه انواع تئاتر، همه موضوعات و همه کسانی که اهل تئاترن و ذوق و قریحه‌شو دارن بتونه حمایت کنه. این که بخواد یک نوع تئاتر رواج بده جلوی یک نوع تئاتر دیگر رو بگیره، به نظر من این اصلا شاید به همون سرعت بشه گفت که عمل غیر قانونی است. مرسی. اگه اجازه بدید یه وقفه‌ای داشته باشید صحبت شما. جناب دکتر امینی صدای منو میشنوی؟ بله قربان. سلام شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید. این مورد اخیر رو که میام گفتگو تلفنی داشتیم شما شنیدید؟ بله. سوال مشخص و واضح من اینه که آیا این نمایش مجوز اجرا داشته یا خیر؟ عرضم به حضورتون که خب خوشبختانه این نمایش رو من همراه با خود آقای کیانی در جشنواره نمایش آیین سنتی به عنوان شورای انتخاب، یعنی همون بازبینی و ارزشیابی و نظارت دیدیم و نه تنها در اونجا خب مجوز داشت، بلکه در جشنواره تئاتر دانشگاهی امسال آقای دکتر کشنفلا، آقای دکتر قهرمانی و همینطور در داوری ها این کار دیده شد. حالا بحث سر اینه که این نمایش باید نامش هم اومده بود برای ما که ما طبق روال شورای ارزشیابی و نظارت میدونید یک بخش جشنواره هاست که مجوزهای کوتاه مدت داره، برای اجرای عمومی نامه از مدیر سالن برای مجوز بیاد. بنابراین تنها در واقع عامل قانونی یا تنها نهاد قانونی که میتونه
رأی بر در واقع اجرا یا عدم اجرا در مورد یک نمایش بده، خب قاعدتا شورای ارزشیابی و نظارت بر هنرهای نمایشیه که در واقع اعتبار خودش از شورای عالی انقلاب فرهنگی میگیره. خب این مورد اخیری که داشت، همون نکته که اینجا وجود داره، حالا فارغ از بحثایی که راجع به شورای حمایت وجود داره، شورای حمایت در واقع تا اونجایی که من میدونم در واقع نهاد تصمیم گیرنده برای رد یا قبول نیست. اینطور که من هم متوجه هستم نهادیه که ظاهرا در مورد کارها، در مورد اینکه چه میزان حمایت بشود باید تصمیم بگیره. پس شما مشخصا برای این نمایش خاص مجوز در واقع صادر کردید، درست؟ برای اجرای عمومیش هنوز در واقع مجوز صادر نکنیم، ولی اگر بیاد برای گرفتن مجوز مشکلی نخواهد داشت. در چندین جشنواره در واقع همایش معتبر مجوز خودش رو برای اجرا گرفته بوده. ببخشید جناب امینی، منم سلام عرض میکنم خدمتتون. من یه سوال داشتم با توجه به این که شما فرمودین یعنی شورای حمایت باید که فقط حمایت مالی بکنه، درسته؟ با توجه به این که بله اصلا قاعدتا تنها شورایی که تو نظام جمهوری اسلامی در وزارت ارشاد هست و راجع به تمام اجراهای چه تهران چه شهرستان ها بله میتواند مجوز بدهد یا ندهد، فقط شورای ارزشیابی و نظارت در هنرهای نمایش. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جز اجرایی که توی جشنواره داخل دانشگاه ها و داخل تلویزیون که اسمش تلو تئاتر یا هر چیز دیگه اجرا میشه، مصوبه این هست که وزارت ارشاد است. به غیر از این دو مورد، آره، فقط یه نکته ای که میگم وجود داره این که چه شورای هنری تئاتر خود بنده هم عضوشم، چه شورای حمایت که نیستم، هیچ کدوم در واقع وظیفه دادن مجوز یا صدور عدم مجوز رو ندارن. تنها نهاد قانونی تصریح میکنم فقط شورای ارزشیابی و نظارت. حالا ما این بحث هفته آینده ادامه میدیم، من ماده قانونیش هم دقیقاً میارم و در واقع با هم دیگه مرور میکنیم ببینیم مثلا جای تفسیر داره یا خیر. آیا نکته باقی مونده صحبت بفرمایید؟ نه من فعلا نکته‌ای ندارم. ان شاء الله هفته آینده که ما این بحث رو ادامه میدیم بازم خدمت شما یا تماس میگیریم یا حضوری در خدمتتون خواهیم بود که جایگاه شما به طور شفاف مشخص بشه. خیلی ممنون و بدرود. خب عملا ظاهرا داره شورای حمایت به عنوان شورای حمایت مالی مطرح میشه، جدا از حالا این بحث نظارتی کار نظارتی هم داره میکنه، یعنی میتونه نهایتاً. خب ببین الان من مورد میتونم مثال بزنم، مثلا اجرای روزبه حسینی رو رفتن تو جشنواره دیدن و گفتن نه اصلا این نمایش به درد شورای حمایت به درد مثلا اجرای عمومی نمیخورد. این حتی جای مثلا شورای انتخاب آثار یک سالن هم میتونه تصمیم بگیره. اگر این گونه نیست پس چرا اعضای شورای حمایت که در واقع ما میدونیم کیا هستن چرا تمام کارهای جشنواره فجر رو میدیدن مثلا؟ اینه میدونید، من میگم من ببین خواهان روشن، ببینید هر شورای اگر بیاد بهبود بده به اوضاع هیچ عقل سلیم این رو رد نمیکنه. ما خودمون میدونیم که برخی از کارها هستن توی تئاتر که میاد در واقع یک واقعیتیه که میاد یک سرمایه هم در واقع با خودش میبره، یعنی با خودش از بین میبره و نه تماشاچی داره و نه کیفیت هنری. یک واقعیتیه تو تئاترمون هم اتفاق میفته، نمیخوام بگم زیاده ولی هست. حالا به هر عنوانی که اون کارگردان داره یا هر در واقع لقب دانشگاهی یا غیر دانشگاهی که داره، ولی این آثار ضعیف تو تئاتر ما هست. حالا اگر اون جنبهشو در نظر بگیری که به هر حال یک گروهی ان که دارن ارتزاق میکنن، اون مهم نیست، ولی به هر حال این کارهای ضعیف میان و یک بخشی از هزینه و یک بخشی از بودجه رو با خودشون از بین میبرن، نه تماشاچی دارن و نه کیفیت هنری دارن. حالا این چهار تا کار اخیر که همشون کارهای شاخصه از آدمای شاخصه. حالا من اصلا کاری با کارهای اخیر من این مسئله مثلا ممکنه در حقیقت مال معضل همیشگی ماست که من به شوخی به آقای صادق موسوی هم پیشنهاد دادم، گفتم شما به این کارگردانهایی که در حقیقت مصرن که کار بکنن ولی کارشون تماشاچی نداره، حداقل بیاید بگید آقا ما سالیانه برای شما یک ورکشاپ میذاریم، اندازه دستمزد کارگردانیت هم بهت میدیم، دست بردار. خب مثال دارم میزنم، ما میدونیم که این کارا هست. من میگم اگر قصد هر شورای، حالا فیلمسال شورای حمایت، این است که کیفیت بخشی کنه به آثار، این است که واقعا آثار برتری، آثار خوب و درخشانی مثل همین روبان سیاه بیاد و در واقع مورد توجه و مخاطب قرار بگیره، سلام، نه هیچ حرجی هم نیست، بیان و این حمایت رو بکنن و مشخصا اعلام بکنن. ولی اینکه زیر پوستی و زیر جلکی
یک اتفاقاتی بیفته. خب چرا پس میرن کارا رو میبینن، چرا به فلانی میگن نه، چرا به فلانی میگن آره، چرا به فلانی میگن گیشه برو، چرا به فلانی میگن برو هر چقدر دوست داری هزینه کن. میدونی این بحثاش که پیش میاد، خب این ناروشن بودن و ناواضح بودن طبیعتاً به قول معروف حرف از توش در میاد و جلوی حرف هم نمیشه گرفت. ببخشید، الان اختلافی که به وجود اومده به این دلیل هستش که سر کارا خب قبل از تشکیل این شورا مجوز گرفتن، دارن اجرا میشن، حالا شورا داره باهاشون مخالفت میکنه. از این به بعد چطور خواهد بود؟ یعنی از پروسه تصویب متن این شورا تصمیم خواهد گرفت تا پروسه تولید، یعنی احتمالاً این گونه خواهد شد دیگه. والا چیزی که داره اتفاق میفته و نمیدونم، حالا آقای امینی البته اعلام میکنن، ولی مثلا ما چند روز پیش در واقع چی میگن به پیشواز استعفای محمد یعقوبی رفتیم به گفته خودش، که گفت چون ظاهرا این کاری که تو قشقایی داره اجرا میشه به جای کار خانم محمدی، کار خانم محمدی قرار بود تو قشقایی اجرا بشه، ولی این کاری که داره اجرا میشه این کار در واقع تایید شورای هنری تئاتر شهر نیست، این مستقیما در واقع آورده شده شورای حمایت، و این خب احساس این که تصمیماتشون داره نقض میشه بهشون دست داده و خود محمد یعقوبی اخیراً خب گفت که اگر اینجوری بخواد پیش بره ما استعفا میدیم. حالا ما با کیفیت اون کار قشقایی اصلا کار نداریم، حتی من نه اسمشو میارم نه اسم کارگردانشو، ولی منظورم اینه که نحوه آوردنش به اون سالن و نحوه اجرا دادنش. خیلی ممنون، تشکر. ما این بحث رو تا زمانی که نمایندگان یا سخنگوی شورای محترم حمایت تشریف بیارن مجبوریم ادامه بدیم و مجبوریم یه مقداری هم بحث حدسیات و اینکه چه خواهد شد احتمالات. یه چیزی اینجا بگم که یه چیز خیلی کوتاه، که مثلا خود اعضای شورای حمایت یا آقای شاهبادی یا هر کسی که تو این زمینه هست فکر نکنه که ما خصومت داریم یا دشمنی میکنیم. نه، ما بحثمون اصلا آره. ما خودم به عنوان کارگردان تئاتر دارم در واقع میگم که آقا بله در تئاتر کارهای ضعیفی هم هست که مخاطب نداره، میتونید واقعا نداره. حالا یه هدفی هست که ارتقا پیدا بکنه. من میگم اون سوزنه رو من الان دارم به خودمون میزنم. درست. شما هم تئاتری هستید. از اینکه این ارتقای اگه بخواد پیدا کنه، اگه هدف دوستان این باشه، خب طبیعتا تو تعامل به قول شما تو نشست ها اینکه اونا بیان حرف بزنن شما حرف بزنید. من میخوام بگم اینجوری الغا نشه که فکر کنن که ما میگیم همه کارامون درجه یک، همه کارامون خوبه. نه، ما تئاتری کارهای ضعیف هم میکنیم، میدونی؟ طبیعتا همه چیز تو هر این سوزن رو الان به خودمون میزنیم که اون جوالدوزی که داریم میزنیم خیلی آخوخش بلند نشه بگه تعریف شده باشه که کارهای ضعیف‌تر مثلا چگونه حمایت بشن. به حال شفاف سازی به نظر من خیلی مهمه. دارن وقت نداره آقای اکبرلو اعلام کردن که خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضور آقای کیانی. البته تو قسمت نقد هم در خدمتتون خواهیم بود. بریم و قسمت بعدی برنامه رو با هم دیگه ببینیم. در هوایی ما بعد از کنارگیری آقای محمد حیدری مدیر پیشین مجموعه تئاتر شهر، این مجموعه حدود یک سال است که مدیر ندارد. عجیب نیست در شرایطی که همه برای داشتن پستی مهم سر و دست میشکنن صندلی مدیریت تئاتر شهر خالی مونده؟ دوستان از تواضعتون کم کنید، این صندلی متعلق به شماست. کریخانی ما آقای ایرج راد در آستانه هفته بزرگداشت تئاتر گفت هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر به دلیل کمبود بودجه مختصر و محدود برگزار می شود. اما آقای حمید شاه‌آبادی معاون محترم هنری گفت ما امسال با تخصیص بودجه دو برابری برای این رویداد جهت گرامی داشت تئاتر فعالیت خواهیم کرد. آقای بالاخره تکلیف ما رو مشخص کنید. عرض و طول این سفره چقدره؟ گرسنه بیایم یا سیر؟ امیدواری ما آقای حسین مسافر آستانه بود تئاتر شهر حتما باید برای خودش رئیس مشخصی داشته باشد. اعضای شورای تئاتر شهر هم تا دو هفته آینده معرفی می شوند. آقای مسافر آستانه چه از زود نگران وضعیت تئاتر شدیم. حالا میذاشتیم یه سال دیگه هم میذاشت دور هم بودیم. غافل گیری ما آقای مجید جوزانی خبر داد خانه هنرمندان آماده هر گونه همکاری با تئاتر دانشجویی است. ای بابا آقای جوزانی، آدم از فردای خودش هم خبر نداره. بعد سر خرمن ما
آقای مسعود پاکدل، معاون تولید هنری بنیاد فرهنگی هنری کودکی، از راه اندازی تالار حافظ به عنوان سالن تخصصی تئاترهای آوانگارد در بهار امسال خبر داد. ببخشید آقای پاکدل، شما قطب جنوب زندگی میکنی؟ بهار شما 6 ماه با بهار ما فاصله داره. دستور ما، آقای مسعود آبدین نژاد، رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی گفت گروه‌های تئاتری که در نوبت اجرا هستند بعد از امضای تفاهم‌نامه کمیته تخصصی شورای حمایت از آثار می‌توانند تمرین‌های خود را آغاز کنند. ای کجایی که یادت بخیر، شما که می‌خواستی آخر ما خدافظی کنی چرا خاطره بد به جا گذاشتی؟ ساختمان ما، آقای ایرج راد گفت ساخت و ساز ساختمان خیابان سمیه هفته آینده از سر گرفته می شود. آقای راد، اگه برج دوقلو هم بودا تا حالا ساخته شده، حالا ما که شنیدیم 35% این ساختمون ساخته شده. آینده نگری ما، در سال 90 قرار بود معاونت هنری به تشکیل تئاتر سیار و اقدامات جدی برای خرید 1 مجموعه بزرگ و متحرک و همچنین اتومبیل‌های کوچکی برای رفتن تئاتر به صحن استان‌ها بپردازد. همچنین قرار بود پاویون هنر ایران در عرصه جهانی شکل بگیرد تا از طریق آن بتوان با سالن‌های خارج از کشور قرارداد ببندیم و به صورت دیجیتال اقدام به فروش بلیت کنیم. آقا چه خبر از طرح هنرکارت؟ برنامه دیگه هم هست بگی تو رو خدا، رو درواسی نکنید. ما که قرار نیستین آینده با شکوه تئاتری رو ببینید، اما شما ادامه بدید. همچنان از این ابرهای سفید بالای سرمان بگویید. خب ما بحث شورای حمایت رو ادامه میدیم. خبر و تحلیل امشب هم تو همین زمینه هستش. مارال دوستی تحلیلی آماده کرده، خبری آماده کرده، ذکر تولید و تأخیر مرکز و با هم دیگه خواهیم شنید. بازم تکرار میکنم که این بحث داغ و خیلی مهم رو ما تا زمانی که نمایندگان محترم شورای حمایت هم حضور داشته باشن و شفاف سازی کنن مجبوریم ادامه بدیم و امیدواریم که متهم به سیاه نمایی یا منفی بافی یا از اینجور اصطلاحات نشیم. زمانی منفی بافی اتفاق میفته که ما بخوایم یک طرفه به قاضی بریم و طرفهای مختلف یک قضیه نتونن صحبت کنن. وقتی ما دائما داریم دعوت میکنیم، در طول هفته یکی دو هفته است داریم دعوت میکنیم، همین الان من برای بارها و بارها از اول برنامه ما داریم تکرار و تاکید میکنیم و دعوت رسمی میکنیم که دوستان هر کسی رو صلاح میدونن تشریف بیارن و تو اولین برنامه هفته های آینده و صحبت کنن. فکر نکنم دیگه بحث حالا سیاه نمایی یا منفی بافی اینجور چیزها باشه. سخن کوتاه کنم، خانم دوستی گزارش تحلیل امشب رو با همین سوژه آماده کرده به عنوان یک مصداق بحث همین بحث روز با هم دیگه از زبان ایشون خواهیم شنید. خواهش می‌کنم. ممنونم، سلام می‌کنم به شما، شب شما بخیر. از برنامه مجله تئاتر خدمت شما هستم. می‌خوایم در مورد تئاتری صحبت کنیم به اسم وایتسک، داستان ناتمام، که اواسط آبان ماه امسال بر تالار مروی تئاتر شهر اجرا شد. اتفاقا همون زمان هم که داشت طی دریافت مجوز میگشت و مراحل قانونی خودش رو طی میکرد دچار مشکلاتی بود. منتها مشکلات به نظر همه کسایی که صاحب نظرن در زمینه تئاتر به مراتب حل شدنی تر از مشکلی که الان کارگردان کار ناصر حسینی مهر داره هستش. اون موقع در واقع برای دریافت مجوز مشکل داشتن که با یک سری اصلاحات و دید و بازدیدهای در واقع رایج در تئاتر مشکل حل شد. اجرا شد. اواسط آبان ماه اجرا شد. منتها مشکلی که الان دارن اینه که مطالباتشون پرداخت نمیشه و چهارشنبه 10 اسفند ماه شورای حمایت اعلام کرده که هیچ پول تعلق بهشون نمیگیره به خاطر اینکه با شرایط در واقع شاید اجتماعی یک منافاتی داشته باشه. منتها بیشترین چیزی که آقای ناصر حسینی مهر بهش اشاره کردن اینه که ایشون مطمئن هستن که دیگه پولی بهشون تعلق نمیگیره. خب در شروع کار چه جوری با ایشون قرارداد یا تفاهم یا هر چیزی؟ این تفاهم نامه و قرارداد کاملا رسمیه، امضا داره، به امضا رسیده. مثلا گیشه بوده، کمک هزینه بوده، قرارداد تیپ بوده؟ نه، در واقع به شکل هر دو بوده و اصلا مشکلی الان در واقع سر این موضوع ندارن. مشکلی که الان هست اینه که گفتن که ما قرار
قبول داریم که با شما قرارداد بستیم، منتها تاعتون چیزی که ما میخواستیم نبوده و پولی تعلق بهش نمیگیره. و آقای حسینی مهر، امروز من باشون صحبت میکردم، امیدوارم که قرار باشه که بیان روی خط و باشون هماهنگ شده این موضوع. دوستان اعلام میکنن که موبایلش به تصویر خاموشه. آقای حسینی مهر، خواهش میکنم که تلفن همراهتون رو روشن کنین تا بتونیم با هم واضح‌تر و شفاف‌تر صحبت کنیم. جای شما در مجله تئاتر خالیه. ایشون، من باشون صحبت میکردم امروز، میگفتن که خیلی تعجب میکنن همه کسایی که با ایشون در ارتباطن. ایشون یک نامه به خانه تئاتر داده و تقاضانامه‌اش رو برای بررسی مجدد پرونده‌اش اعلام کرد. آقای رجرات گفته که واقعا برای اولین باره که به همچین مشکلی برمیخوره، خیلی در حال حاضر راه حلی نداره جز اینکه پیگیری کنن. و ایشون گفتن که ما خیلی مغروز هستیم به همه این چیزیه که همه جا حتی تو خبرگزاری‌ها اعلام کردن که ما مغروزیم و من باید حتما پول عواملم رو بدن. جالب اینجاست که حتی دکور رو هم به عهده نگرفت، یعنی هیچ هزینه ای رو به عهده نگرفتن و گفتن که پولی به تعلق نمیگیره. بحث گیشه و اینا چی مثلا؟ اصلا کلا منتفی کردن این قضیه رو، یعنی حتی بحث گیشه شون، بحث شرط مالیشون کلا منتفیه. برداشت مالی تا اونجا که من میدونم آقای حسینی مهر نداشته از این ماجرا و قرار بوده که بعد از اجرای نمایش سر این موضوع به توافق برسن که اعلام شده که نه، توافق وجود نداره. و توی خبرگاه، حال من خیلی دارم میخواد که دقیقا این خبری که هست رو بخونم. تیتری که امروز همه راجبش حرف زده بودن این بود، اجرایی که پول نگرفت. همین تیتر نشون میده که پس یک قراردادی وجود داشته، همین که به اجرا رسیده مطمئنه که حمایت حداقل شفاهی راجب این مسئله وجود داشته. و بعد نکته بعدی که بهش اشاره شده، نوشتن پس از طی تمام مراحل لازم و دریافت مجوز با کارگردانی ناصر حسینی مهر، تئاتر اجرا شده. پس این نشون میده بازم قرار بوده که این اتفاق بیفته. منتها در قسمت بعدی که میتونه واقعا تعجب برانگیز باشه، این شکل از گفتار انجام شده. سرانجام پس از یک سال نامه نگاری متعدد و گذشت 4 ماه از اجرای نمایش بوتسک داستان ناتمام در تالار مولوی مجموعه تئاتر، چهارشنبه 10 اسفندماه از طرف شورای حمایت با درخواست ما از طرف های حسینی مهر مبنی بر دریافت بودجه نسبت به برآورد تایید شده در شورای ساخت و تامین هزینه این اجرا مخالفت شد. مرسی، تشکر. حالا پیگیری میکنیم. البته بحث ما فقط آقای حسینی یا یک کارگردان خاص نیست، به عنوان یک نمونه داریم در واقع ما پیگیریش میکنیم، ببینیم به کجا میرسه که انشاءالله موارد مشابه در واقع پیش نیاد. خبر دیگه ای؟ فکر میکنم که اگر همینجا خبرها رو تموم کنیم راجع به این اتفاق بهتر باشه، برای اینکه جای حسینی مهر خالیه و من فکر میکنم که بله، تا آخرین لحظه دوستان فهم بودن که موبایلش متأسفانه خاموش. حالا بازم ما پیگیری میکنیم، نتیجه هفته‌های آینده شما زحمتشو میکشید یا به حال یک جوری ما مطرح خواهیم که. خیلی ممنون، لطف کردید، تشکر. قسمت بعدی برنامه رو با هم دیگه میبینیم. مهناز افشار، سیامک انصاری، برزو ارجمند، رضا بهبودی، خسرو پسیانی، ستاره پسیانی، پانتعا پناهی ها، امیر جنانی، بابک حمیدیان، لیلی رشیدی، نگار آبدی، شبنم فرشادجو، نازگل نادریان. نویسنده محمد چرمشیر. آمدیم، نبودید، رفتیم. کارگردان رضا حداد. تماشاخانه ایران شهر، سالن استاد سمندریان، ساعت 20. میدونی اولین جایی که اومدم هم کجا بود؟ خونم مستم من رو بینش من قریب تو خونه یه بود. تو چی بردی؟ تو اون جنگ لعنتی به تو چی یاد دادن؟ من فکر میکردم با این لباس ها شکل مسخره گرفتم، فکر کردم مردم به مسخره بودن من میخندن، من فکر کردم وقتی از خاطرات جنگم بگم مردم میخندن. بله کار شما تموم شد، آماده که از این سو به اون سو جوا رو فکر خوبی که کردید. میگویم گفتم بیایید. خوشم فکر همه چیز را کرده اینجا میگه چه کسی تماشاشیان را خبر سو پیک مراد. برو به پیر ولیخان خبر بده مجلس تئاتر مهیاس با میهمانانش بیاید بابت تماشا. چی گفتم من؟ یاد اینه آه برو خوشم
میام تا دقیقه شده بیایید برگردیم سر تئاتر اصل کاری خودم. بله بله بله، باید کاری را که آن همه رو تمرین کرده بودیم برای این میهمانی پر اهم نمایش بدهیم. گفتن این حرفا برای من سخته. رفتم توی شرکت دارم کار میکنم، درسم همجوری تقلق مونده رو هوا به خاطر مادرم. بیشتر میشناسینش. کی همچین حرفی زد؟ خودش میگه از اول دبیرستان. هیچکی رو نمیشناسه. فقط من بودم این تاریخچه نوروز از کجا اومده اینو برای من بگید. بهتره که از خودشون بپرسید. امو نوروز بفرمایید. آقا بیروز گفت امون نوروز بفرمایی. بابا امون نوروز حاجی بیروز نداره فرق. اجازه بده صحبت بابا بذار دو کلام من بگم دیگه. بعدن فرصت هست صحبت کنیم. ببین خودش گفت بعدن بله. و اما نوروز در حقیقت نوروز رستاخیز زمین و طبیعته. میگویم در روز اول نوروز خداوند فرشته هایی رو میفرسته تا تمام دانه ها و گیاهان رو از خواب بیدار کنه. رویت دل پذیره، 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 رویت دل پذیره. نمایشی که دیدید نمایش سلام خداحافظ نوشته آتولفوگارد طراح کارگردان هوشمند هنرکارم اضافه میکنم که توی خانه هنرمندان ساعت 7 بعد از ظهر هر روز روی صحنه میره. من نمایش رو دیدم، نمایش خوبی، هم نمایشنامه خوبیه و هم اجرای خوبیه. نکته دوم این که نمایش مخزن تا 22 اسفند روی صحنه هستش، علاقه‌مندان میتونن برن ببینن. البته از کارگردان محترمم خواستیم که توی یک از جلسات نقد حضور داشته باشن که خودشون قبول نکردن. اینو به عنوان مثال زدم که بعضا دوستان پیامک میفرستن یا تماس میگیرن و میگن چرا فلان نمایش نقد نمیشه. این هست که بعضا از سوی کارگردان تمایل وجود نداره. بریم سراغ نقد امشب. مشروط بانو نوشته و کار حسین کیانی که تو قسمت قبل هم در خدمتش بودیم. امین عظیمی عزیز هم طبق معمول وظیفه و زحمت نقد رو خواهد کشید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. سلام میکنم و شب بخیر میگم به دوستان و همراهان مجله تئاتر و همچنین آقای حسین کیانی عزیز که تشریف آوردن. امشب در دو بخش در خدمتشون بودیم. مشروط بانو در واقع پیش از جشنواره تئاتر فجر اجراش شروع کرد، یه وقفه ای تو جشنواره داشت و بعد از جشنواره اجراش تا 26 اسفند انشالله قرار ادامه پیدا بکنه. مثل کار قبلی شما تو این سالا که علاقه خاصی داشتید به فراسایی از تاریخ معاصر ایران و همچنین آیین‌های نمایشی کشور اون سنت در واقع تخت‌دوزی و تعزیه، باز هم در واقع این علاقه‌مندی به شکل پیگیرانه‌ای داره دنبال میشه در اجرای شما و خب یه چیز تازه هم بهش اضافه شده، اون هم نگاهیه که شما دارید به آثار کلاسیک غربی و بهره گرفتن از ساختار و تم این آثار برای اینکه بتونید به بازآفرینی بکنید و در واقع یه اثر نمایشی خلق بکنید. اگه اجازه بدید مختصری می‌خواستم در مورد داستانش اول صحبت بکنیم و بریم در واقع یک بخش از نمایش ببینیم، بیایم گفتگو اصلیمون آماده بکنیم. داستان در واقع زنی است به نام بهبانو و دخترش به نام سرمه که بعد از 27 سال برمیگردن به زادگاه خودشون برای در واقع خونخواهی همسرش که در شورش‌هایی که برای قحطی بوده توسط فردی به اسم پیرولی خان دستور، صاحب دستور در واقع کشته شده و در واقع این زن که بعداً به مشروط بانو هم معروف میشه با حمایت‌های مادی و معنوی خودش از جریان جنبش مشروطه پیش از اینکه وارد اون شهر بشه تبدیل میشه به قهرمانی که آدم‌ها شاید نمی‌شناسنش و بعد وارد میشه و میاد درگیر این ماجرای انتقام خواهی میشه. نمیدونم میخواید قصه رو تا انتها بگیم یا این تعلیق رو بذاریم که دوستان بیان نمایش رو ببینن خودشون پایان ماجرا رو ببینن. حسنشینه خب دوستانی که ممکنه هیچ وقت نتونن اجرا رو ببینن در شهرستان ها حداقل مطلع بشن که ما داریم راجع به چه صحبت میکنیم، ولی در واقع عیبش هم این است که دوستانی که در تهران هستن و میخوان این نمایش رو ببینن خب قصه براشون در واقع آشکار شده باشه، از پیش لو رفته باشه و در واقع رغبتی نکنن. البته به این چیزها نیست، من فکر میکنم که داستان اگر داستان جذابی باشه شما حتی اگر چارچوبش هم بدونید بازم برای تماشاش میرید، ولی خب کلیت همین بود که شما عرض کردید. مثلا کشفی که آخه تو بخش پایانی نمایش اتفاق میفته، ورود یه شخصیت فکر کنم یه خود مناسبات رو تغییر میده. چیزی کلیت همین بود که شما گفتید که ایده اصلی و پیرنگ خب از اون چیزی که یاد داشته که در بروشور من نوشتم که از کجا میاد. البته شما نمایش‌های دیگری رو هم یا شخصیت‌های دیگری رو هم که البته آداپته شدن و ایرانی شدن از درام‌های غربی در این نمایش میتونید درسته ببینید، میتونید و... ارتباط حتی بین متنی پیدا بکنیم بین هملت، بین شاهلی، رومو و جولیت با این متن و مشخصا متنامیختگی بهتره. بله متنامیختگی بگیم بهتره و مشخصا نمایشنامه ملاقات بانوی سالخورده فردریش دورنمت که بله. شخصیت مشروط بانو یک شباهت های یک رابطه مشخصی کاری رو داره با کلارزا خانسیان. بله. کاری رو که در واقع ایده پیرنگ فقط گرفته شده ولی نگرش، نگاه، ذهنیت و اساسا فرهنگی که این آدم ها درش نفس میکشن اون فرهنگ نیست. بله. و تمی که اونجا دورنمت بهش میرسه اساسا این تم نیست، اون تم دیگریست که یا حتی تم هایی که بهش میرسه تم بله. هایی که میتونیم خانش تم غالب رو از اون مد داشته باشه. تم غالب رو میگم چون به هر حال هر اثر چند تم داره که یکیش غالبه ولی خب تم های خورده تم های دیگری هم هست که قابل بررسی است، ولی اساسا کوشش شده که این اتفاق بیفته و این اثر صرفا نگاهی یعنی الهامی بگیره، حتی اسم اقتباس رو هم نمیشه برش بازخوانی باشه. بازخوانی هم خیلی نه بازخوانی هم بازخوانی چی واقعا اسمش باید بذاره؟ تجربه دیداری خوبی از بازخوانی ندارم متاسفانه. مثلا آثار بزرگ دراماتیک دنیا رو میگیرن سه تا کلمه از توش برمیدارن بعد این سه تا کلمه در واقع دائم تکرار میشه، کل نمایشنامه میبینید که مثلا 15 صفحه این نمایشنامه، نمایشنامه های بازخوانی شده میبینید سکوت و نقطه چینه و حالا اون سبکشونه آره. دیگه زیبایی‌شناسی حالا اون سبک، سبک چیز دیگری، سبک واقعا دورنمت رو میشه گفت سبک، ولی هر کسی هر کاری کرده میشه گفت سبک. به نظر من برخیش خیلی هاش از یعنی نمیتونیم بگیم سبک حسین کیانی در طول این سالها، بستگی داره، باید این رو مخاطب بگه. بعدم سبک رو نمیشه در آن واحد در زمانی که صاحب اثر زنده است و حضور داره بهش اطلاق کرد، باید زمان بگذره، باید زمان بگذره ببینیم تأثیر یه فرد در فرد نوعی مثل حسین کیانی یا دیگری چه بوده بر جریان تئاتر، بعد در آینده قضاوت کنیم ببینیم این تونسته جریان سازی بکنه، تونسته مثل بازی دومینو حرکت رو به وجود بیاره که این حرکت ادامه دار باشه. اگر بود شاید بله 20 سال بعد 30 سال بعد بگیم آره این هم آدمی بوده که کارهایی کرده،
اصلا رمز و در واقع شیوه قضاوت آثار هنری به نظرم اینه، یعنی باید بگذاری که زمان بگذره. دوست. الان شما خیلی بهتر میتونید در مورد تئاتر دهه 40 قضاوت بکنید، چون تأثیرش رو دیدید، ادامه دار بودن این تأثیر رو دیدید، حالا میتونید قضاوت بکنید. به نظر من این مقدار قضاوت در لحظه و در زمانی که اثر هست سخته. خیلی سخته. آره. خیلی خوش صحبت این شما. بریم در واقع این بخشای نمایش رو ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله گفتگو رو با شما ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. شده پناهگاه قاتلش. حیرت برانگیز در این که جناب قاتل اسم و لقب هم عوض نکردن. آیا اهالی از طبقه سو خونی بودن این جناب آگاه بودند و کاری نکردن؟ بهتر دوزخی کردن روزگار این جناب و نابخشوده و گناهبار به درکات اسفل سافلین فرستادنش مقدر ما بوده و هست هنوز. تا کی به این آرزومان برسی؟ شما فقط به چند راپورت هستم مرده که کردید. ما از قوت واقعی قاتلی که این همه سال به خرمی و فرگی این گوشه دنج از مملکت گذرانه روزگار کرده بیخبریم. به عقلم میرسه خدا رو نسنجیده به آب نزنیم و نرسیده جار جار انتقام نکشیم. از چه خوف میکنی جان دل؟ از چه خوف میکنی؟ ما مردانی در اختیار داریم محیل و قلچماق. اهم از آن ما وجوهات و برات و اعتبارات داریم، اسبابی که به هر قوه قاهری چیره میشه. تو بانو هستی و من ریزه خارت، به قربان دو چشم و زلف تارت. بیا بنشین برم رعنا نگارم، که من تنها یکی امید دارم، که گردی همسرم از مهربانی به من حلوا دهی تا میتوانی. در مناسب استقبال با کیا مراقبه داشتی؟ در مسیر چه کسی شما را دید؟ صاحب دستور؟ آقا میرزا حسینی؟ حرفایی که به شما زدن یادتان هست؟ یادتان نیست؟ چرا نیست؟ یالله من قصد ازدواج با بانو را نداشتم، اما حالا که اینطور شد من هم هستم. برو گم شو، بلتشنه نکره. از دهه میکشی؟ کو قامه یه من؟ سرداد؟ این قدرتش از هر دوی آنها از اجرای مشروط بانو رو دیدید، نوشته و کار آقای حسین کیانی که این روزها در سالن اصلی مجموعه تئاتر روی صحنه است. البته با ابتکاری که به خرج دادن بخشایی که انتخاب کردن، فکر کنم نظرات تماشاگران هم با تشویق هایی که داشتن لحاظ شده بود، به شکلی لحاظ شده بود. بسیار خوب آقای کیانی، یه نکته میشه حالا توی فرصتی که داریم در مورد کار شما رو این بریم یه مقدار متمرکز بشیم. شما خیلی خیلی تسلط دارید روی زبان در واقع مکتوب دوره قجری که از آثار مختلف میاد و در اجراهای شما خیلی شیرین میشینه در دهان شخصیت‌ها و شخصیت‌ها رو میسازه. یعنی توی تمام این سال‌ها از رژیسورها میمیرن بود، درسته؟ نمیمیرن بود تا مسحکه شبیخت. همینطور که کارهای شما رو دنبال میکنیم میبینیم که این زبانه مدام داره هی پالوده‌تر و پالوده‌تر میشه. اما یه جایی احساس میکنه آدم که شما درگیر زبان میشید و دیگه ساختار درام، حتی شخصیت‌ها انگار فقط وارد میشن که این زبانه رو نمایندگی بکنن. و توی مشروط بانو هم این در واقع نکته رو میتونیم توی تعدد شخصیت‌های فرعی که هست و خطوط فرعی روایت که به وجود میاد ببینیم، که یه مقداری کار رو از عرض در واقع
گسترش میده و خب در نهایت شاید باعث بشه که زمان نمایش به نظر زر طولانی بیاد. به ویژه بعد از در واقع اون آنتراکتی که هست. یعنی تا آنتراکت ریتم نمایش به نظر من خیلی خیلی خوبه. تماشاگر درگیر فضا میشه. شخصیت‌ها دونه به دونه خودشونو بیان معرفی میکنن. ماجرای خودشون رو توضیح میدن. اما از اون نیمه به بعد یه مقداری احساس میکنم ما درگیر این حرکت توی عرض میشیم. خواستم نظر خودتون رو در این مورد بدم. چند تا سوال رو کردی تو یه سوال. توی فرصت کوتاه. یکیش زبان بود. اگر بحث زبان رو در واقع با هم بکنیم، زبان همون قدری که میتونه کمک بکنه به عنوان یک ابزار و یک در واقع وسیله‌ای که تسهیل میکنه رابطه بین مخاطب رو و تماشاگر رو، بین گروه اجرا کن رو و تماشاگر رو، همون قدری که میتونه کمک کنه همون قدر هم میتونه در واقع مثل یک دیوی، مثل یک هیولای پایبند نمایشنامه‌نویس و کارگردان بشه و باعث بشه که این ارتباط برقرار نشه. آثاری میتونم حتی مثال بزنم که البته مثال اسم نیارم بهتره، که اونقدر در بند زبانه که تو دیگه فقط در تو به عنوان خواننده یا در واقع بیننده اون اثر فقط داری تلاش میکنی که معنی واژگان رو بفهمی و گذر درست. کنی و عبور کنی از این جنگل انبوه خارستانی که به اسم زبان زیبا به وجود اومده توی اون اثر. من تمام کوششم تو این کارها این بوده که اینجور نباشه. از سوی دیگر تمام کوششم این بوده که هر کس زبان خودش رو داشته باشه. ادبیاتی که بانو حرف میزنه، به بانو خانم مونس عهد که از پایتخت میاد با اون تربیت قجری که بیوه یک شاهزاده عرفه و سلطنه نامیه، این باید ادبیاتش فیلمثل با اون بیازاقا یا فیض احمد فرق داشته باشه، متفاوت باشه. این رو خیلی نمیپذیرم، ولی اگر هست در واقع غلطه. یعنی اگر این جرجاهایی رگهایی داره در کار من که زبان باعث عدم ارتباط میشه، این کاملا غلطه. دارم عرض میکنم بیشتر اون نسبتیه که در واقع طراحی شخصیت ها وارد کار میکنه. یعنی شما این سری شخصیت ها مثلا میارید، مثل خلیفه خانوم مثلا عبدال. خب این الان رفتیم رو بحث تعدد شخصیت ها. ببین آره، ولی خب شما میتونید با توجه به حساسیتی که شما روی زبان دارید برای این شخصیت ها میاد زبان های در واقع متفاوت طراحی میکنید. یعنی میخوام بگم اینا ماجرایی هستن، جداگانه نیستن، به هم پیوسته هستن. زبان باعث میشه شما شخصیت بیشتر به وجود بیاری. نه میگم علاقه مندی شما به زبان در واقع آدم، من سوالم این بود که علاقه مندی شما به در واقع پرداخت های زبانی مختلف، آدم احساس میکنه که شخصیت ها به خاطر این وارد میشن که ببینیم که چقدر توانایی وجود داره. توی مختلف این است که یک مثال موسیقیایی برای شما میزنن. شما میتونید سمفونی 9 بتهوون رو با یک ویولون کلا اجرا کنی، ولی میتونی 50 تا سازم بذاری. خب وقتی میری در یک سالن اصلی با یک همچین قصه ای، این قصه اصلا برای سالن اصلی نوشته شد و کار شد. من اصلا همچین قصه رو هیچ وقت به چارسو نمیبرم یا به مولوی یا ایران شهر. خب وقتی شما میرید به سالن اصلی و میدونید طیف مخاطبتون چه مخاطبی است، موقع باید ارکسترتون رو بزرگتر ببندید، تعداد سازهای بیشتری بیارید. خب ولی اینو قبول دارین که اگه تعداد سازو از یه حدی بیشتر بشه دیگه شاید شنیدنش دچار سختی خب و مشکل بشه. ببینید این یعنی بحث سلیقه است. هامارتیای بله هامارتیای در واقع این کاره اینه که تعدد قصه داره. نه به نظر من این کار هامارتیا نداره. ممکنه که در حقیقت مثلا چند تنی از تماشاچی، مثلا به طور مشخص بگم، شاید در مثلا 400 نفری که توی سالن هستن مثلا 15 نفر برن که میرن. اونا توی هر تئاتری میرن. خب ممکنه بله این تایم ممکنه این اتفاق بیفته، ولی اگر بخوایم اینجوری بحث کنیم اون موقع شما هیچ وقت نمیتونید خیلی از درام‌های بزرگ دنیا رو به دلیلی که تایمشون طولانی اجرا بکنید. توجه میکنید؟ خیلی از درام‌های بزرگ دنیا تایمشون طولانیه. نمیگم تایم طولانی باعث میشه یک درام بزرگ بشه ها، این خلط نشه، ولی این قصه، این حجم از انبوه قصه ایجاب میکرد که این زمان رو کم، اینکه خب این درام نزدیک به 4 ساعت بود و من در واقع پیش از اجرا نزدیک به 1 ساعت شو زدم، بی‌رحمانه زدم و کوتاه کردم. من فکر می‌کنم بازم هنوز جا برای کوتاه کردن. عمده اینه که هر جزئی خوش نشسته باشه در جای خودش. اگر درست نشسته باشه و شما باورش کنید و در واقع ضرورتش رو درک بکنید در قصه، به نظر من هیچ ایرادی نداره. میشه خیلی منتها ببینید حوصله‌ها کم شده. حوصله ما عادت کردیم در حقیقت به عرض کردم همون اول صحبت به تئاترای موجز 2 نفره 3 نفره جمع جور رد شه بره. این علتش اینه که حوصله، اصلا حوصله اجتماعی ما کاهش پیدا کرده. شاید هم اینطور بتونیم حداقل در واقع این نکته رو ببینیم. ولی این رو میگم هست. یعنی این هست، منتها این به عنوان هامارتیا نیست، چیزی که کار رو زمین زده باشه. اگر نه اینجوری نه بود نمیگم این هامارتیا میگم شاید زیاد بودن یا کم بودن یه فضیلت. اگر اراده من میگم زیاد بودن یه فضیلت. اگر میشد مهر هامارتیا رو محکم روش کوبید و بگی این یک نقطه ضعف اساسی، اینقدر مخاطب نداشت.
نه نه این به معنی نیست که مخاطب از دست بره. آره. بریم حالا توی فرصتی که داریم در مورد حالا اقتباسی که شما از ملاقات بانوی سالخورده داشتین، خود شخصیت مشروط بانو یا بهبانو در واقع با کینخواهیش تعریف میشه. زنیه که 27 سال صبر کرده آمده حالا و میخواد انتقام بگیره، اما لحظه که میرسه به انتقام یهو همه چیز رو میذاره کنار و یه جوری یک سکونی درش به وجود میاد. من حس میکنم که این تراژدی که شما ازش اقتباس کردین که من معتقدم تراژدی مدرن هست، نمایشنامه دورنمت میاد اینجا یه مایه ملودراماتیک پیدا میکنه. یه کمدی تراژدی مدرن هست. حالا میتونیم در واقع دستبندی های ترساور هم توش هست. میتونیم دستبندی های مختلفو داشته باشیم، ولی خب زمینه در واقع تراژدی مدرن زمینه بزرگتری که توش درگیر هست. میاد به در واقع تبدیل میشه به یک ملودرام در کار شما. یعنی ملودرامی که در پایانش مقداری در واقع آدمو غافلگیر میکنه، نه به معنی اینکه من تحت تاثیر قرار گرفته باشم، یه خود تو ذوقم خورد پایان نمایش، مخصوصا با بازگشت شوهرش و اصلا مناسبات قصه یهو دوچار یک واژگونگی میشه. میخوام یه وقت در مورد این نکته صحبت بکنم، این کینخواهی کجا میره؟ چرا یهو تبدیل میشه به ملودرام؟ آیا این علاقمندی شماست مثلا به فضای نمایش‌های سنتی ایرانی که اینو تبدیل به ملودرام میکنه؟ ببینید این بهبانو با کی با قصد و نیت انتقام وارد میشه و اساساً 27 سال این نیت رو و این قصد رو و این تصمیم رو در درون خودش پرورش داده و پرورده، حتی حمایتی که از مشروطه میکنه. بله، ولی وقتی که میاد اون کاهش پیدا نمیکنه، بلکه میخواد که صاحب دستور یا پیرولی خان صاحب دستور به دست خودش رو بکشه. اینجوری در حقیقت میدونه که صاحب دستور آخرت خودش رو هم خراب کرده، چون دیگه بعد از خودکشی بخشایشی وجود نداره. یعنی میخواد به طور کامل این رو از بین ببره. اون میتونه پول بده به آدمهایی که در واقع لاتن یا شرخرن یا در واقع دنبال کارهای خلافن و اونها به راحتی پیرولی رو بکشن، ولی عمدن این کارو نمیکنه و میگه او باید خودکشی کنه. این تعللش با اینکه حکم رو از محکمه میگیره، حکم قصاص رو، تعللش به خاطر اینکه اون رو از درون ویران کنه، از درون نابودش کنه. خب این دلیل این سکونه اینه که تفاوتش با اون کلارازا خاناسیان ملاقات با بانوی سالخورده در این است که اون میگه که گلن این شهر من رو روسپی کرد، من هم این شهر رو روسپی میکنم. به همین دلیل از فقر اون شهر، از فقر اون شهروندان سوء استفاده میکنه و یواش یواش میبینیم که اخلاق مردم شهر رو عوض میکنه. ولی بهبانو خانم مونس عهدمان میگه آن کمک ها که دادم به شهر شما بابت این بود که پیرولی خان صاحب دستور دوباره به هوس دست و پا کندن مردمان نیفتد. اینها مردمان شهر خودم بودند. اصلا از اون کمکی که میکنه قصد و نیت و استفاده سیاسی یا ابزاری برای خراب کردن صاحب دستور نداره. این یک مسئله است که در حقیقت هست. ولی خب بازگشت فرهاد میرزا اون یک بازگشت به نظر من افسانه‌ایه، یک بازگشت اساطیریه. فرهاد میرزا کسی است که انتهای خطوط ایستاده. فرهاد میرزا کسی است که چشم‌های دریده، گردن‌های بریده رو دیده و دیگه این چیزها این رو نمیترسونه. فرهاد میرزا کسی است که به نوعی کیخسرو شاهنامه است. اون لباس سفیدش که در حقیقت سمبولیز از اون برفی که کیخسرو درش میره، اون انتها ایستاده. اون در واقع پاسخ همه مجهولاتش رو فقط در عشق بهبانو پیدا کرده. یک دقیقه فرصت داری. یک دقیقه فرصت داری. من نمیدونم چی بگم. جمع بندی کنیم دیگه. البته یه چیز کوچولو من می‌خواستم بگم که امروزم توی چیز نوشته شده بود که خیلی دوست دارم اینجا بگم، چون این برنامه فرهنگی هنری 7 شب از اجرای این نمایش به در واقع فیلمساز بزرگ کشورمون اصغر فرهادی تقدیم شده و همینجا از جانب خودم و گروهم صمیمانه بهش در واقع دریافت این جایزه رو تبریک میگم و امیدوارم که این موفقیت‌ها برای فرهنگ و هنر ایران و علل خصوص سینما ایران همچنان دامنه دار باشه. واقعا ما رو سربلند کرد. چرا؟ چون ما تئاتریا در واقع این جایزه ارزش ویژه‌ای برای ما تئاتریا داره. اصغر فرهادی رو تئاتری می‌دونید. اصغر فرهادی در اصل یک بنیان و ریشه اصیل تئاتری داره و واقعا بهش تبریک میگم. ممنونم. من اینو گذاشته بودم آخر برنامه اعلام کنم. حالا شما از طرف خودت هم گفتی سال 70-71 بود ماشین نویسارو ما ماشین نشین‌ها رو اصغر فرهادی سه تا کار کرد. می‌خواد من بگم ما رو پله، ماشین نشین‌ها و آخرین قهرمانان زمین. همراه با همسرش تو تالار مولوی اجرا کرد. کسایی که اون زمان اون نمایش رو دیدن گفتن که پدیده جدید توی تئاتر ما به وجود اومده. البته به دلایل مختلف تئاتر رو ادامه نداد یا نگذاشتن ادامه. البته اگه میمون الان درگیر شورای حمایت و الان باید اینجا میمون. حالا تو سینما درگیری احتمالا دیگه داره. ولی به اصطلاح خواستم که از طرف خودم امین حسین کیانی عزیز و همه همکارامون این برنامه رو تقدیم کنم به اصغر فرهادی عزیز که ما رو به عنوان یک
تئاتری به هر حال میشناسیم، هر جایی که فعالیت بکنه افتخار او افتخار همه ما هنرمندان ایران زمین است. درود بر او و با امید موفقیت‌های بعدی او برنامه امشب را خاتمه میدم. معماری که اون درخت ها رو زده تا جاش آپارتمان بسازه باید آویزانش کنه. اما این روز همین بقیه رو بخیر دیگه هیچ درختی نمونده. سوال برنامه 42 نمایش مرگ فروشنده به کارگردانی کیست؟ الف فرهاد مهندس‌پور، ب نادر برهانی مران، جیم حمید سمندریان. لطفاً گزینه درست را به شماره پیامک 30448 ارسال نمایید.